وقتی در افغانستان هر حادثه رخ میده و هر کشتار در اینجا صورت میگیره، بیدرنگ و بیگمان فکر همه به طرف کشور به نام پاکستان میره و گمان میره که پاکستان مسبب این همه بدبختی های افغانستان هست. وقتی که حرف از صلح میشه و گفتگوهای صلح میشه، باز هم فکر ما به طرف پاکستان هست و گمان ما این هست که کلید صلح افغانستان در دست پاکستان هست. به همین گونه در مورد شورشیان، ای که متهم میکنیم پاکستان را که شورشیان را تمویل میکنه، جای میده و اونها را تجهیز میکنه. این امر باعث دو چیز میشه در افغانستان. یکی ای که دیوارهای بلند بی‌اعتمادی در مقابل پاکستان را ایجاد بکنیم و از سوی دیگر هم مشکل خودمان را به گردن دیگران بیاندازیم و به اصطلاح عام برف بام خود را روی بام دیگر را ریختن هست. از سوی هم نمیخواهیم که با پاکستان مشکل ما را به صورت اساسی حل بکنیم، چون مسئله پاکستان حالا به یک مسئله حیثیتی و ناموسی در افغانستان مبدل شده و اگر حکومت ها بخواهند با پاکستان نزدیک شوند، با موجی از انتقادهای شدید در داخل مواجه میشه. چنانچه حکومت وحدت ملی هم در آغاز کارش خواستی کار را بکنه، اما در داخل با موجی از انتقادها مواجه شد و این سیاستش به چالش کشیده شد. در برنامه کنونی آماج به این پردازیم که ما با پاکستان چگونه مشکل مال را حل بکنیم و آیا این مشکل حل شدنی هست یا نیست و از سوی هم مشکل خود ما چی هست. در برنامه کنونی هم به دنبال یافتن پاسخ به این پرسش ها هستیم. در تنش های چندین دهه‌ای من با پاکستان چی چیز به دست آورده ایم؟ آیا هرگز نمی شود با پاکستان کنار آمد؟ و در فرجام هم سیاست رویارویی با پاکستان و دوری از این کشور چقدر عقلانی و به سود ماست؟ من میرویس آریا هستم، میزبان امشب آماج. در بحث کنونی مهمانان ما آقای مسعود ترشتوال، استاد دانشگاه، بانو شاگل رضایی، عضو مجلس نمایندگان، آقای ذوالفقار امید، رهبر حزب کار و توسعه، و در فرجام آقای نجیب الله منلی، آقای مسائل سیاسی هستند. سپاسگزار هستم از حضورتان مهمانان گرامی. آقای منلی، اجازه بدید نخستین پرسش را از شما داشته باشیم. پس از روی کار آمدن حکومت وحدت ملی، ما شاهد نزدیکی بی سابقه با پاکستان بودیم و در یک چند ماه کوتاه رفت آمدهای زیاد صورت گرفت و امیدواری های به وجود آمد که ما بتانیم با پاکستان مشکل خود را حل بکنیم. اما ناامنی های اخیر در افغانستان نشان میده و همچنان مشکلات مرزی که بین افغانستان و پاکستان، درگیری های خرد و کوچک که پیش آمده، چند نفر کشته و زخمی داشتیم، اینها نشان میده که دوباره با پاکستان فاصله ایجاد شده. آیا در واقع شما هم چنین حس دارین؟ اگر چنین هست، مشکل در کجا بود، در کدام طرف بود که پس ما رفتیم به طرف رویارویی و تنش؟ من فکر میکنم که مسائل بین‌المللی مسائل پیچیده است و نمیشه که او را در یک بُعد آدم ببینن. روابط ما با پاکستان از روی کار آمدن حکومت وحدت ملی روشن‌تر شده. من نمیگم که بهتر شده، روشن‌تر شده، واضح‌تر شده. به این معنی که در زمان آقای کرزی ما که با پاکستان صحبت میکردیم، وقتی که روبروی صحبت میکردیم بسیار نرم بودیم و هم از طریق رسانه ها بسیار تیز میرفتیم. با روی کار آمدن حکومت نو در این روش یک تغییر آمده. صحبت ما روبرو و در مطبوعات یکسان است، به یک لحن است. یک روشنی را ایجاد میکنه و این روشنی فضا را بهتر می‌سازد. کوشش از هر دو جانب دی است که رابط بین هر دو کشور خوب شود. یعنی زمان حکومت آقای کرزی ما این صحبت رو در رو با پاکستان را نداشتیم، با وجودی که آقای کرزی بیشتر از 20 بار با پاکستان سفر کردند در طول وقتی چند سال. بله، وقتی آقای کرزی صحبت می‌کردند، زمانی که روبرو صحبت می‌کردند، بسیار نرم موقف نرم اتخاذ می‌کردند. بله. و در مطبوعات موقف بسیار تیزتر اتخاذ می‌کردند. بله. فعلا فکر می‌کنم که یک صداست از هر دو طرف.
گپا روشن و روبرو گفته میشه. ولی این انتظار باید نداشته باشیم که روابط ما با پاکستان که از تقریبا 70 سال به طرف روابط پیچیده است در چند ماهی اصلاح شود و به خوبی اعظمی برسه. ما نشست به فرزای داریم و خواهیم داشت. روزای اخیر تحولات و تنش‌هایی که ایجاد شده فکر میکنم که یک نوع دوباره توازن یافتن میلان شدید خوشبینی بود که یک حرکت مقابلش صورت گرفته. این حرکت در برابر خوشبینی طرف افغانستان صورت گرفته؟ فکر میکنم خوشبینی در دو طرف وجود داشت و تنش‌های روزهای اخیر یه خوشبینی کمکواری کمتر ساخته، اما به نظر من خوشبینی کاملا از بین نرفته و روابط افغانستان و پاکستان تا بال به تیرگی نکشیده. بله آقای منعلی، ما اعتقاد اکثریت در افغانستان بر این است که پاکستان عامل و مسبب ناامنی ها و بدبختی های امنیتی که در افغانستان شاهدش هستیم است. در زمانی که تازه چند ماه پیش روابط با پاکستان نزدیکتر شد، رفت آمده بیشتر شد، ما شاهد آرامش نسبی بر چند ماه در پایتخت و بیشتر نقاط افغانستان بوده، ولی دوباره موج ناامنی ها گوشه های افغانستان را فرا گرفت. اون آرامش نسبی به چه دلیل بود و ای برهم خوردن دوباره آرامش به چه دلیل است؟ ما نباید مسئله بسیار ساده بررسی کنیم. آرامش نسبی که ایجاد شد فکر نمی کنیم که ارتباط مستقیم با روابط پاکستان و افغانستان داشته باشه. وقتی که ما میگیم که پاکستان عامل اساسی ناامنی ها در افغانستان است، این قضاوت ما درست نیست. پاکستان از ناامنی افغانستان میخواه استفاده ببره به منافع خود و در این مورد کمک میکنه در ایجاد ناامنی، اما عامل اصلی ناامنی نیست. عامل اصلی ناامنی سیاست های خود ما است و در بهتر شدن اوضاع امنیتی در دو سه ماه اول سال میلادی فکر میکنم که شرایط اقلیمی، شرایط سیاسی مجموعی و آمادگیری ها برای جنگ های بهاری عامل عمده کم شدن تنش ها بود نسبت به اینکه روابط ما با پاکستان باشه. یعنی فکر میکنم که تمام گناه رو با پاکستان انداختن. بله آقای منعل، من میخوایم یک کمی واضح تر بگوین که عامل ناامنی ها سیاست های خود ما هست. به چی معنا؟ ما در افغانستان مخالفین داریم، مخالفین مسلح داریم و ما در 13 سال ما موافق نشدیم که مخالفین خود تعریف کنیم، از دشمن و از جاسوس خارجی گرفته تا برادر هر نوع لقب برای از او داشتیم. ما در این حال حتی از نگاه اجتماعی و ساختاری نتانستیم که دشمنان خود تعریف کنیم. اینا کی ها هستند؟ از کدام قشر جامعه هستند؟ کدام مردم هستند؟ با کدام مفکوره هستند؟ این سوال است که ما هیچ وقت کوشش نکردیم به او جواب بگوییم. این با تعریف کردن مشکل حل میشد؟ با تعریف کردن مشکل آسان تر میشد. تا زمانی که شما یک پدیده را تعریف نکنید مبارزه با پدیده ناممکن است. سپاسگزارم از شما آقای منعلی. بانو رضایی، شما چند ماه پیش گفتگویی که در رابطه با موضوع پاکستان با شما در همین برنامه آماج داشتیم نسبتاً خوشبین بودین به اینکه سیاستهایی را که با پاکستان در پیش میگیریم سیاستهای معقول هستند، با وجود ای که نمیشه گفتین 100% اعتماد و اعتبار کرد. پس از گذشت این همه مدت حال نتیجه گیریتان چی هست؟ هنوز خوشبین هستین؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما و مهمانان برنامه و بینندگان محترم. اصولا ما در قبال سیاستهای پاکستان هیچ جوگاه خوشبین نبودیم، ولی در قبال سیاستهای افغانستان تا یک زمان را به این دلیل خوشبین بودیم که ممکنه ابزارهای سیاسی، ابزارهای فشار را که از آدرس جامعه جهانی دولت افغانستان به کار میبره، ممکنه این ابزار با عنوان ابزارهای کارآمد بر علیه پاکستان باشه. یعنی دو خوشبینی تفاوت داره. یک خوشبینی در قبال سیاستهای پاکستان که هیچگاه
در هیچ مقطعی از زمان ما در قبال سیاست‌های پاکستان خوشبین نباید باشیم و اعمالم تأکید ما سر سیاسیون افغانستان در عرصه کارگزاران سیاست خارجی افغانستان این یک هیچگاه با دید خوشبینانه نسبت به عملکردهای پاکستان نباید ببینیم. هر بار که با خوشبینی برخورد کردیم نتیجه‌ش این شد که بیشتر آسیب دیدیم، نتیجه‌ش این شد بیشتر از زوایای پنهان عملکرد پاکستان متضرر شدیم. اما خوشبینی در قبال سیاست‌های اتخاذ شده در قبال دولت افغانستان چی بود؟ ما در جریان چند سال گذشته بارها هم در رسانه و هم در مجلس یادآوری کردیم که ما با سیاست تضرر با پاکستان نمیتونیم کار را پیش ببریم. اگر سیاست خوشبینانه در قبال پاکستان نتیجه میداد، حداقل مسافرت 20 گانه رئیس جمهور اسبق افغانستان با پاکستان نتیجه را در پی می داشت. سیاست هایی که همیشه سفرهای متواتر، جرگه هایی که ایجاد شد، جرگگی هایی که ایجاد شد در جریان چند سال گذشته میان افغانستان و پاکستان، این سیاست اگر نتیجه میداد ما در 13 سال گذشته نتیجه ملموس را از این سیاست می داشتیم. اما خوشبینی از کجا خلق شد که اگر دولت افغانستان من حیث یک دیپلماسی با بکارگیری یک دیپلماسی فعال پای جامعه جهانی را به خاطر تحت فشار قرار دادن پاکستان به میان بکشانه، در این صورت میتونه جزی از سیاست های موفق باشه. این کار را در زمان آقای کرزی هم کردیم. آقای کرزی همواره از جامعه جهانی انتقاد کردن که پاکستان باید زیر فشار قرار بگیره. اما ما نتیجه گیری ما این بود که هیچگاه پاکستان و افغانستان نمیتونه به صورت مساویانه برای غرب به ویژه ایالات متحده آمریکا ارزش داشته باشه. پاکستانی که سیاست خارجی شماره ثبات داشته، پاکستانی که سیاست مشخص داخلی را با وجودی که بی‌نظمی های در داخل داشته اما سیاست مشخص داشته در قبال دشمنان خود، در قبال همسایه ها، در قبال تروریسم و یا هر مورد دیگه که بوده، با افغانستانی بی ثبات، با افغانستانی که سیاستش هیچگاه مشخص نبوده با این عوض بکنه. پس فکر میکنین که همون روش را ما باز هم استفاده بکنیم کارایی داره؟ نه، ما برداشتم اینه که وقتی که از لحاظ قدرت نظامی، از لحاظ قدرت مقابلوی هر دو کشور برابر نباشه، وقتی از لحاظ چانه‌زنی های سیاسی در عرصه دیپلماسی و سیاست، حداقل تفهیم سیاست به جامعه جهانی هر دو کشور برابر نباشه، ما این میپذیریم که پاکستان یک قدرت اتمیه، ما میپذیریم که پاکستان حداقل بی‌ثباتی و ناامنسازی افغانستان را جزی از خطوط کلان و اساسی سیاست خارجی خود داره، ولی این طرف دولت افغانستان، ما من حیث دولت آیا بشینیم و نظارگر قضایایی باشیم که از آدرس پاکستان تحمیل میشه؟ ما بار بار یادآور شدیم که جنگ فعلی در افغانستان یک جنگ تحمیلیه، ولی در قبال جنگ تحمیلی آیا میتونیم پاسخ جنگ داشته باشیم؟ که مسلما نه. بنابراین پاسخ ما چی خواد باشه؟ پاسخ سیاسته و این سیاست را از مجرای کی باید پیش برد؟ از مجرای اعمال فشار و متوسل شدن به قواعدی که در جامعه بین المللی تدبیر شده. شما شاهد بودین که حکومت وحدت ملی زمانی که خواست با پاکستانی ها نزدیک شوه، بحث امضای تفاهم نامه استخباراتی به میان آمد، موج از انتقادهای تند را شما از درون نظام و بیرون نظام شاهد بودین، از کسانی که در حکومت عملا در رده های بلند وظیفه داشتند تا کسانی که مقامات بلند رتبه پیشین بودند، همگی موضع گرفتند و مردم عام هم شاملش میشه. پس این سیاست مدون و معقول که نیاز هست ما در برابر سیاست زرنگ پاکستان داشته باشیم با این وضعیت آشفته داخلی میسر و امکان پذیر هست؟ سیاست به معنای از این نیه که بدون به وجود آمدن یک اجماع ملی سیاسیون افغانستان تفاهم نامه تبادل اطلاعات را یا استخباراتی را با پاکستان امضا کنه، این به معنای سیاست نیست. سیاست ایست که پاکستانی که جنگ، ترور، انتحار، انسان کشی را در افغانستان در افکار جامعه جهانی تانسته توجیه کنه، آیا ما من حیث یک دولت، من حیث یک دیپلماسی و یک دستگاه سیاست گذاری چرا این توان نداشته باشیم که مظلومیت به قربانی گرفتن و به خون نشاندن مردم افغانستان در برابر جامعه افغانستان توجیه تفسیر کنیم؟ ببینین پاکستان در چند سال گذشته سیاست چی بوده؟ از یک طرف خون ریختانده شده، از یک طرف ترور، انتحار و انفجار را انداخته، ولی از یک طرف امید توانمندی دستگاه سیاست خارجیش داشته بوده که در برابر افکار جامعه جهانی ترور و انتحار را توجیه کنه. ما میخواییم این را به عنوان یک شهروند افغانستان که همیشه از قربانی هایی که مردم افغانستان میته و از انفجارها و ترورهایی که مردم افغانستان آسیب پذیر اصلیشه، این را به وضاحت بیان کنیم که ما هم
در برابر جامعه جهانی، در قبال جامعه جهانی یک دیپلماسی را داشته باشیم که مظلومیت مردم افغانستان را نشان بدیم. یعنی چطور کدام قدرت پشت پاکستان که ترور و انفجار را در برابر شورای امنیت، در برابر قدرت‌های غربی، در برابر قدرت‌های مدافع حقوق بشر میتونه توجیه کنه؟ ولی ما چرامی زبان را نداریم که مظلومیت مردم افغانستان را در جامعه جهانی تفسیر پذیر بسازیم. سپاسگزارم بانو رضایی.